والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین الحمدلله رب العالمین و والسلام و سلام و علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و محمد و آله و صحبه اجمعین با عرض سلام و شب خیلی خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله محیط امیدوارم که باز هم شامل توفیق الهی بشیم و بتونیم در راستای فهم دقیق تر و بیشتر اسماء پروردگار متعال و نامهای نیکوی رب جلال، موفقیت حاصل کنیم و در فهم و درک مقام و جایگاه رب زلجلال پیشرفت و تقدمی رو به دست بیاریم شاید این موضوع مقداری برای خیلی ها جای سؤال رو داشته باشه که پیشرفت و تقدم در هر هیتهی و در هر موقعی قابل فهم و قابل تخیل هست اما در, در زمینه ادراک و در زمینه تداعی اسماء الله الحسنا میتونه چه معنا و مفهوم و رو داشته باشه واقعیت اینجاست که مقام و کبریا و جلال رب ذوالجلال جلال آنچنان و آنقدر مرتبه عالی و فعالایی رو داره که به هر اندازه روش فکر کنیم به هر اندازه روش بحث کنیم به هر اندازه روش تدبر و تعمل کنیم به اون اندازه بیشتر خواهیم تونست مصادیق این اسماع حسنای پروردگار و مقام و جایگاه رب زلجلال رو تصور کنیم و به همین صورت احاطه علمی پیدا کردن بر صفات و اسماع الهی هیچگاه در خور توان انسان به بشر نمیتونه باشه ولی اینکه بتونه روز به روز این مقام رو بیشتر در دل و در قلب و در عمل و رفتار روزمره خودش سایه اون رو و تاثیر اون رو جا بده این موضوعی هست که در عرصه پیشرفت جایگاه خاص خودش رو داره پیشرفت در واقع بی معنای اینکه انسان بتونه قدر بیشتر و مفیدتری از یک موضوع و مطلب و یا از یک حقیقت به دست میاره پیشرفت مادی اول و آخر پیشرفت ها به شمار نمیاد همه پیشرفت های مادی در مسیر معنویت هست معنویتی که انسانیت رو میسازه و مهمترین پیشرفت معنوی اون پیشرفتی هست که بتونه جلال و کبریا و عظمت الهی رو روز به روز بیشتر بر قلب و فکر خودش مسلط بکنه. نام و صفت عظیمی که در این برنامه مد نظرمون هست صفت و نام مبارک الکبیر هست کبیر به معنای بزرگی در واقع نقاط مشترکی در نظر ریشه ای و از نظر معنایی با خیلی از اسم و صفات دیگه داره از ریشه ای ما قبلا واژه متکبر رو یا اسم متکبر رو در ضمن مجموعه صفاتی که در خاتمه سوره حشر بررسی کردیم بهش پرداختیم و در ارتباط با این نام که باز هم اصل اون از واژه سه حرفی یک برو که در واقع کبیر هم از این اصل سه حرفی اخذ شده هست با هم مشترک است. در اونجا گفتیم که کبر و که بوره یک برو بر عکس صغوری از خرو کوچکی رو میرسونه بر عکس کوچکی یا بر عکس کم بودن یا در مسیر نقص واقع شدن رو میرسونه الله متعال وقتی با, با این صفت ما الله متعال رو وصف میکنیم جنبه های متعددی رو از صفات دیگه باید در ذهن خودمون تصور کنیم که باز هم در سایه آیات قرآن کریم بهتر میشه این موضوع رو درک کرد وقتی که ما بحث متکبر رو مطرح کردیم بزرگ خود بزرگ بینی رو و گفتیم این صفت فقط شایسته پروردگار متعال هست و هیچ موجود دیگری شایستگی ادعا کردن این صفت رو نداره و برای الله متعال صفت کمال هست و برای مخلائق و از جمله انسان ها صفت نقص به شمار میاد گفتیم سببش این هست که کمال عظمت و بزرگی در صفات فقط اختصاص به الله داره چون از سه جنبه این خود بزرگ بینی در خور شعن انسان نیست جنبه اول اینجاست که گفتیم که صفات انسان همه اینها یافته شده هست یا موهبه الهی هست یعنی داده الهی هست چیزی نیست که ذاتی باشه از اونجا که ذاتی نیست یعنی اینکه الله متعال بر ما منت نهاده و الله متعال به ما عطا کرده و چون عطای الهی هست در نتیجه هیچ گونه ادعای شایسته نیست که ما بخوایم این رو داشته باشیم اساسا صفات خلائق همه اینها از جانب الله متعال دریافت شده است داده شده است یافته شده است انسان اون رو ذاتی نداره و نخواهد داشت دومین نکته که در این باب اهمیت خاصی رو داره این هست که صفاتی که انسان داره همه اونها نسبی هست به تناسب دیگران صفتی رو داره و در یک محدودیت معینی این صفت رو بهش داده شده در محدوده معینی از ادراک در محدوده معینی از دیدن از شنیدن و از تمام صفات مختلفی که انسان رو و انسانیت و کمال انسانی رو بیانگر است در نتیجه بزرگی خود بزرگ بینی نه از باب اینکه انسان ذاتا مالکیت این صفات رو داره شایسته انسان هست نه از, باب این که مطلقا این صفات رو داره بلکه همه اینها نسبی هست و نکته سوم اینه که صفاتی که انسان داره همشون زوال پذیر هست و زائل میشه حتی حیاتش هم زائل میشه کل من علیها فان چشم و گوش و حافظه و قدرت و توان و اون چه که ما داریم همه اینها زوال پذیر هست همون طوری که الله متعال به ما داده روزی هم الله متعال به صورت تدریجی از ما اخذ خواهد کرد یا به صورت یک جا یک یک به طور یک وقت از ما اخذ میشه خیلی ها تدریجی به مد و چار میشن تدریجی به الزایمر مبتلا میشن تدریجی ناشنوایی میگیرن تدریجی نابینایی میگیرن ولی گاهی هم که ناگهانی این اتفاق میفته در نتیجه همه اینها با موت کلا صفر میشه در نتیجه خود بزرگ بینی هیچ معنایی نداره مگر یک ادعای کاذب که فکر کنه انسان که چیزی هست در واقع چی هرچی هر چی هست در واقع موهبه الهی هست اما در ارتباط با الله متعال این صفت شایسته الله متعال هست چون صفاتش هم ذاتی هست هم دائم و ثابت است و هم مطلق هست یعنی عظمت و بزرگی این صفات در هر جنبه ای به همراه اونا هست کبیر در واقع به دنباله بحث متکبر بیانگر این هست که جایگاه و مقام الهی والا و برترد در هر زمینی بزرگی در قرآن کریم صفتی هست که هم با عظیم تعبیر شده هم با کبیر ما در جلسه گذشته به واژه عظیم اشاراتی داشتیم و آیاتی هم که در این رابطه وصف الهی بود با العلی و العظیم توضیح دادیم یه مقداری هم در ارتباط با فرق بین عظیم و کبیر صحبتی داشتیم که بینشون میتونیم بگیم یک نوع مه کل و جزء هست یا خاص و عام هست ولی در این جلسه میخوایم به صورت دقیقتر به این فرق دو واژگان بپردازیم و در سایه آیاتی که این واج دو واژه اومده بهتر این مطلب رو در کنیم کمال صفات صفات نیک در هر موجودی با بزرگی میتونه تعبیر بشه قدرت بزرگ حاکمیت بزرگ سلطه بزرگ و عمل کرد هم به همین صورت میتونه با بزرگی یاد بشه مضاف بر این ذات هم با بزرگی یاد میشه ذات اشیاء بزرگی ذات خب در ارتباط با خلایق بحث حجم هست اما در ارتباط با الله متعال این موضوع اصلا بزرگی ذات او معنای تشابهی با خلق رو نداره که ما یلیق به ذاتی هی هست یعنی غیر قابل تصور عظیمتر بعدی میگی اکبر در واقع یعنی کبیرتر از اونچه که بزرگتر از اونچه که ما فکرشو بکنیم یعنی در خور تخیل و تفکر ما نیست فراتر از ذهن و تصویر ذهنی فراتر از تشبیه و فراتر از هر گونه تمثیلی که ما در ذهن میتونیم داشته باشیم وقتی این فراتری یا برتری یا بزرگتری رو ما با اکبر این اکبر رو باز در جلسه آینده انشاءالله بهش خواهیم پرداخت و مصادیق این معنوی شو چون تداخل موضوعی نشه وقتی که ما این بزرگی رو با کبیر بیان میکنیم در واقع بزرگی تمام صفات هست و حد بی حد و حساب بودن یا کمال صفات الهی رو که قانون ستایش الله متعال به وسیله اونا محقق میشه رو در بر داره الله متعال وقتی که بگیم بزرگ هست مقام الهی صفات او و جلال او و حاکمیت و سلطه او جالب اینجاست که در قرآن کریم دو واژه عظیم و کبیر به صورت موازی با هم در موارد متعدد اومدن یعنی ما میبینیم که فضل عظیم اومده فضل کبیر اومده فوز عظیم اومده فوز کبیر اومده العلی العظیم اومده والعلی الکبیر اومده الکبیر المتعال این آیات رو الله مستقل بررسی میکنیم ما میبینیم که الله با العلی الکبیر وصف میشه یعنی العلی الکبیر صفت علی همراه کبیر و صفت علی با عظیم هم میاد و به همین صورت فضل عظیم و فضل کبیر ذوالفضل العظیم ذوالفضل کبیر و به همین صورت فوز عظیم و سگاری و کامیابی عظیم و, و, کبیر میاد من میخوام در با مقایسه برخی از آیات و یکی از احادیثی که در سهین اومده این نکته رو بگم که در واقع این دو صفت که هر دوشون بزرگی معادل بزرگی در فارسی هست از دو جهت کمال صفات پروردگار رو در بر داره یعنی بعد میگیم الله بزرگ هست بزرگی الله رو میخوایم بگیم از دو جهت نگاه ما به بزرگی الله هست از جهت کمال صفاتش یعنی بیحد بودن نه مقدارش چه مقام الهی باشه چه اقتدار الهی باشه چه قدرت و حاکمیت و سلطه الهی باشه و به با همین صورت فضل الهی باشه حکمت الهی باشه علم الهی باشه تمام صفات کمال پروردگار و متعال و جنبه دوم کبیر بودن از بعد عدم وجود هر گونه نقص یا کمی یعنی بزرگی به معنای دور بودن از هر گونه نقص و کاستی و بزرگی یعنی وجود تمام صفات در کمال آنطوری که شایسته او هست یعنی از جهتی اثبات کمال صفات هست از جهتی دیگه اثبات یا نفی نقص در صفات کمال هست صفات کمال هست ولی هیچ گونه نقصی و کاستی درش وجود نداره وقتی میگیم العلی العظیم سلطه ای که عظیم هست سلطه حاکمیت یعنی اولو حاکمیت سلطه سلطه ای که عظیم هست یعنی هیچ گونه در یعنی این سلطه نقصی ای نداره و وقتی که میگیم العلی الکبیر یعنی اینکه سلطه که در کمال خودش قرار داره یعنی بی حد و حساب هست در عظمت و کبریا با عظیم نقص نفی نقص کم کاستی هست از صفات کمال و در با کبیر اثبات کمال صفات ذاتی هست این فرقی که ما میتونیم بین العظیم و الکبیر به دست بیاریم بعد می گردیم به آیات تا این موضوع اون بهتر روشن بشه دقت کنید آیاتی که درش کبیر اومده گفتیم که یا فضل یا فضل الهی رو در بر داره یا مقام علو حاکمیت و سلطه پروردگار رو در بر داره یا اینکه فوز و آخرت یعنی سعادت اخروی رو در بر داره و گفتیم که همه این آیات تعبیرها همراهی با اینکه با کبیر اومده موازی با اون با عظیم هم اومده و گفتیم که عظیم نقص کمال رو میرسون در برداره یعنی که هیچ نفی میکنه نقص کمال رو عظیم هست معنی اینکه هیچ گونه نقصی و کمیکاستی در این صفات وجود نداره و کبیر هست یعنی به منتهای خودش هست و در کمال خودش این صفات در ذات او وجود داره قرآن کریم اونجایی که فضل عظیم میگه در قرآن کریم فضل عظیم میگه اون هست اون آیاتی هست که داخل جنت میشه و نعمت ها رو میبینه و هیچ احساس کم رو به دست نمیاره یا فوز عظیم وقتی که میگه یعنی دخول در جنت بعد در دخول در جنت هیچ گونه احساس کم احساسی در انسان وجود نمیاد دقت کنید این نسا و سوره مائده رو براتون نشون میدن تا این مطلب روشن بشه بین فوز عظیم و فوز کبیر این مقایسه رو بتونید بهتر مشاهده کنید دقت کنید در آیه سوره نساء میگه تلک حدود الله و من یوت الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فيها و ذلك الفوز العظیم داخل میشه این حدود الهی هست اون کسی که اطاعت الله بکنه و اطاعت رسولش رو بکنه الله متعال داخل میکنه اون رو وارد میکنه به جنات بهشتایی که در درش تجری تحت الانهار نرهای جاری هست درش جاویدان میمونه ذالک هو الفوز العظیم این فوزی هست که فوز بسیار بزرگی هست یعنی هیچ گونه بزرگی شنی درش درش هیچ گونه کم و کاسی وجود نداره وارد شد داخل شد و دخل و جنات تجری در, آیه بعدی به همین صورت باز هم وصف صفات درون وجود موقعیتی رو میکنه که انسان ها بهش میرسن روز آخرت هست قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم اینجا در روز آخرت هست که بین حضرت عیسی و الله متعال محاوره ای میشه که انت قلت للناس اتخذوني و امی الهين من دوني در آیات ما قبل این مطلب رو میاره که در انتها خاطبه ای آیه مائده که این سخن تمام میشه محاوره بین الله و بنده خودش یعنی حضرت عیسی میگه الله متعال میگه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدق من الان روزی هست که منفعت میرسونه راست گویان رو صداقتشون لهم جنات تجري من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا و دارن بهشتهایی رو دارن در اختیار دارن که درش نرهای جاری هست درش جاویدان میمونن رضی الله عنهم و رضوان عن الله متعال از اونها راضی است و اونها هم راضی هستن از وضعیت و از سعادت و خوشبختی و اجلی که الله متعال بهشون داده ذالک هو الفوز ذالک الفوز العظیم این فوز عظیم است هیچ گونه از بزرگی هست که درش گونه کم مشاهده نمیشه اینجا در حالتی که وارد نتیجه اخروی میشن مقابل با این فوز عظیم ما فوز کبیر رو داریم که وعده الهی هست و کمال رو میرسونه وصف عملی اون رو نداره در نتیجه این فر رو میتونیم باز در آیات نوع دوم مشاهده کنیم دقت کنید آیه سوره بروج ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير اینجا وعده الهی هست که این کسانی که ایمان آوردن و عمل نیک انجام دادن براشون جناتی هست که درش نهر جاری است این فوز از کبیر هست اینجا وصف حقیقت موجود نیست بلکه وعده الهی هست فوز کبیر فوز بزرگی که در کمال خودش وجود داشته باشه این دو فرقی که ما واقعا میتونیم ببینید در آیه ما قبلش هم باز هم وعده الهی هست والذین آمنوا و اعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير فضل کبیر و فوز کبیر در واقع متعلق به وعده الهی هست که در قیامت این محقق خواهد شد برمیگردیم به اون چی که متعلق با ذات پروردگار متعال هست که در همه این موارد کبیر با العلی اومده العلی الکبیر و العلی العظیم در آیه سوره بقره ما جلسه قبل بهش پرداختیم میخوام ببینم که فرق با الان ببینیم که عین این, این مطلبی که گفتیم رو چگونه میشه تصور کرد در ارتباط با علی الکبیر در این آیات و در و علی العظیم در آیه سوره بقره ببینید در آیه در آیات مختلف که در با علی با کبیر اومده که یکی از اینها دو آیه ای هست که در سوره لغمان و حج بصوره كاملا تتابغي اومده با اختلاف بسیار ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل فقط فرقش بين زميري هست كه به طور در سوره در سوره حج اومده و در سوره لقمان اين ضمير و هم در سياق و سباق بحث بلاغی بسیار دقیق رو داره که در حوصله برنامه ما نیست ذلك ان الله هو الحق وان ما من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير به خاطر این است که الله متعال کل این چی گفته میشه بر این اساس هست که الله متعال حق هست و اون چیزی که به غیر از الله خواسته میشه باطل هست و ان الله هو العلي الكبير الله متعال حاکم مسلط کبیر هست که تمام کمال از آن او هست چرا در بحث دعا من غیر الله علی الکبیر اومده و در سوره بقره العلی العظیم اومده این مطلبی هست که جای تأمل رو داره و عین این, این مطلب باز در سوره سبه هم هست باز العلی الکبیر اومده این هم در ارتباط با آخرت هست که باز هم بحث شفاعت هست ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير در آیه در مورد چهارمی هم که باز العلی با کبیر اومده خاتم سوره غافر هست که باز هم بحث دعا از غیر الله هست ذلك بانه اذا دعى الله وحده کفرتم و این یشرک بهی تو ف فالحکم لله العلی الكبير باز هم همون اساسی که در دعای سوره لقمان و سوره حج بر مشاهده کردیم در اینجا هم باز هم بحث همون دعا از غیر الله است که اساس مبنا این هست که اینها یعنی مشرکینی که در قیامت دچار حسرت میشن به خاطر این هست که الله متعال رو که تنها میخواستند کفر میبرزیدن به وقتی که غیر الله خواسته میشد قبول میکردند فالحکم لله العلی الكبیر حکم در اللهی هست که حاکمیت مطلق و کبریا از او هست این چهار موردی هست که العلی با الکبیر با هم اومدن در قرآن کریم من میخوام یک مورد رو فقط بیاریم تا سیاق و سیاق براتون بهتر روشن کنه که چگونه این مطلب یا این مفهوم در ذهن شکل باید بگیره آیه فرقان آیه سوریه لغمان رو بررسی کنیم ولی سوری حج هم شبیه به این آیه هست ولی یک مورد میتونه بیانگر در این باب کافی باشه الم <سؤال> تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الى اجل مسمى و ان الله بما تعملون خبیر آیه وسط میاد بعد دوباره علم تر ان الفلک تجری فی البحر به نعمت الله من آیه 29 و آیه 31 رو میخوام با هم تعمل کنیم بعد آیه وسط که در واقع مرتبط با هر دو آیه هست رو روشت... نه... میتونیم فهم کاملی رو داشته باشیم آیا اینا مشاهده نمی کنن که ان الله یول جلیل فی النهار و یولجو النهار نهار فی اللیل که الله هست که شب رو در روز داخل میکنه و روز رو در شب وارد میکنه و سخر شمس و القمر و خورشید و ماه رو مسخر گردان در اختیارتون قرار داد یعنی سیستمی گذاشت که کلا در اختیار شما هست که با که زمینه زیست و زندگی شما رو فراهم بکنه کل یجری الی اجل مسما همه اینها در با یک در یک مسیر اجل معینی که علم و دانش امروز هم این موضوع رو به درستی میتونه تفسیر بکنه حرکت میکنه همه میدونن که یک خورشید عمری داره ماه عمری داره و ستاره ها کلا بعضی روزانه ستاره هایی هستن که در آسمان عمرشون تموم میشه و خاتمه پیدا میکنن و ستاره هایی هستن که دوباره زنده میشن یا ایجاد میشن یعنی این سلسله یک سلسله مستمر و دائمی از یک جریان داره و ان الله به ما تعملون بصیر دقت کنید بخش اول جهان آفرینش است جهانی که شب رو در روز و روز رو در شب وارد میکنه و کل این جهان در اختیار شما قرار داره شمس و قمر و همشون در یک مسیر معینی در حرکت هست هیچ کسی از, کس از اون افرادی که در بحث دعا و در بحث توسل غیر الله رو بهش حاکمیت یا ولایت تکوینی میدن نمیتونن بگن عملا بگن که امام حسین نمیدونم حضرت عیسی نمیدونم حضرت محمد نمیدونم هر کدوم از اینهایی که بونا متوسل میشن و از اونها خواسته و حاجت و نیاز خودشون رو میخوان برآورده کنن یا اونها رو واسطه قرار میدن تا اینکه به هدف خودشون در نزد پروردگار متعال که مدعی هستن برسن هیچ از اینها نمیتونه بگه که عدت اول ابوالفضل یا مهدی که در ذهن هست وجود خارجی اصلا نداره یا عیسی مسیح یا بودا یا بقیه موجوداتی که سمبولیک پرستش میشن و اونها رو پرتوبی از جلوه از جلوه های الهی نعوذ بالله میدونن هیچ کسی نمیتونه این ادعا رو بکنه و حتی مشرکین قریش ادار ادعا نداشتن که این جهان آفرینش با اینها اداره میشه و جالب اینجاست که فقط این خلقی نیست که بگیم ایجاد شد و تمام شد ایجاد شد و تمام شد همونطوری خیلی از فلاسفه به این اعتقاد داشتم که خداوند خلق کرد و واگذار کرد همونطوری که متاسفانه خیلی مسلمان هم به این قائل هستن که واگذار کرد و به افراد دیگه که ولایت رو به اونها سپرده بلکه این تسلسل در خلقت و در امر ام اداره جهان این جریان داره یک س... یجری کل یعنی چیزی نیست که متوقف شده باشه یک سره داره این جریان متصل در یک راستایی هست یعنی یک شما در نظر بگیرید فرض کنید لله المثل الاعلى کارخونه یک خودرو رو ساخت این خودرو رو خود واگذار میکنه به راننده معین خب میتونید بگید خب سازنده خودرو کارخونه ایران خودرو هست و راننده این خودرو الان آیه فلانی هست نعوذ بالله برای الله متعال نمیتونی شما این ادعا رو بکنید که الله متعال این زهان رو آفرید بعد این کهکشان به این عظمت رو کهکشان رای شیر و سپورت به یک نفر کهکشان که... میلیون ها کهکشان دیگه هم هست به افراد مختلف سپورت هم اینا اونا دارن اینا رو اداره میکنه هیچ کسی این ادعا نمیتونه بکنه هیچ کسی نمیدونه ای دار بکنه کهکشان رو بگذاریم بیاد بگه فقط همین کره زمین همین ویروسی که ما الان درگیر شدیم باش با این رو کسی از این یکی از این بزرگان آفریده یا خلق کرده و دست اون هست که میتونه این رو از بین ببره یک خالقی از یک نظامی گذاشته یک حاکمیتی هست و بر اساس اون نظام هست که همه چیز میاد و هر چیزی هم اجلی داره میره اجلش که هست خدا میتونه ولی مهم اینجاست که به ما یک خرد معین و امکانات معینی داده که میتونیم سعی و تلاش کنیم برای از بین بردن یا مبارزه کردن با اون ولی وقتی که نتونستیم خود آجیز بیمونیم که نتونستیم خیلی موارد هست که آجیز میمونه انسان و نمیتونه در مجموع در هیچ زمینه ای اولا در از بدو ایجاد و ثانیا در امتداد مو، حیات موجودات هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که یکی از این واسطه ها یا اولیایی که من بهش اعتقاد دارم این موقعیت رو داره آفریده یا اداره آفریده ها رو بر عهده داره این اصل نکته به دنباله این و ان الله به ما تعملون بسیر و الله متعال هست که بینای عمل کرده ماست. و هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه بگه که نمیدونم امام حسینی که امام حسینی که نمیتونست پیش بینی کنه که چه اتفاقی براش میفته و و با وعده در واقع بی اساسی که اهل کوفه بهش دادن از خونه اومد بیرون و در گرفتار شد در صحرای کربلا تنها موند اون تمام وجود خلائق و عمل کرد و گفتار و کردار و پندار همه موجودات نیاز همه رو میدونه و میتونه بر اساس این علم و آگاهی خودش چیزی رو بده جوابی رو حاجتی رو یا مانع بشه و یا معاخذه بکنه یا امثال اینها همه میپذیریم که فقط یک اللهی هست مگر اون کسانی که با توهم موجوداتی رو جای الله قرار دادن واقعا اون کسانی که ناخواسته میگن یا مهدی در هر حالی ادرکنی یا مهدی در هر حالی یعنی این که به جایی که الله رو در تصور ذهنشون بیارن یه موجود دیگه رو ولی همون مقام رو بش دادن یعنی مثل اینکه الله اسمش مهدی هست یا تبدیل اس... نام شده و مهدی هم متاسفانه یا الله نعوذ بالله اسمش مهدی و اونم فرزند حسن اسکری است استغفر الله یا الله ایسا مسیح است فرزند مریم است زاده شده است اینو قبول داره. خودشو دارن خودشون میدونن که این زاده شده هست فرز... مادری داره خرسالی بوده کوچه و به همین صورت نیاز داشته به وجود یک ماده مراحل رشد رو تی کرده بعد از این مثل انسان ها زندگی کرده نیاز داشته و در انتها هم با عجز و ناتوانی بهش زور ستم شده و خواستن اون رو به قتل رسونن که الله متعال اون نجات میده دست مشرکین همه اینها ثبت شده اثر تاریخ چیزی نیست در نتیجه بعد از اینکه این اصل رو این نکته رو میگه ببینید خود شما رو باز کنید بر مش مشاهده کنید همونطوری که در ارتباط با گذشته الان تر کیف فعل ربک که به اصحاب الفیل آیا نیدن که چه اتفاقی برای اصحاب فیل افتاد تا سال قبل بود مردم شاهد بودن که چه, 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 چه کار کردن چه و نتیجه عمل کردشون چی شد این این مطلب رو میار میگه الان تر ان الله یول جل فی النهار و یول جل نهار فی اللی و سخر الشمس و القمر کلون یجری لی اجل مسمه اجل و ان الله بما تعملونه خبیر همه اینها نمیشه کسی دیگه رو بیاریم در نتیجه این ذالکه همه اینها نتیجهش این میشه به ان الله هو الحق مقام الهی حق است چون هرچی که غیر به غیر از الله این مقام بهش داده بشه این جایگاه رو نداره این شایستگی رو نداره اساسا و ان ما یدعونه بدون من دونه الباطل و اون موجوداتی که غیر از الله میخوان جایگاهشون این نیست این شایستگی این, این حقیقت این امکانات رو ندارن بیجا هستن باطل هستن و ان الله هو العلی الكبیر و الله متعال علی برتر کبیر هست بر تمام این جان سلطه الله متعال داره و این مقام کبریا و عظمت از آن او هست سلطه حاکمیتی که در منتهای عظمت و کبریا هست دوباره باز برمیگرده اصل اولی که در آیه 29 ذکر و آیه سی رو بر اون مبنا قرار دوباره باز مثل همون اصل رو دوباره میاره در آیه 31 الم تر ان الفلک تجری فی البحر به نعمت الله این رو هم ببینید این خیلی ساده هست آیا نمیبینید که کشتی با نعمت الهی در دریا داره حرکت میکنه همانطوری که کلون یجری اجل مسما شمس و خورشید و ما در یک مسیر سامان یافته ای دارن جهت میرن عینا شما هم میبینید که در جلو پیش روتون میبینید که این نظامی هست نظام هستی بر این منوال هست که الله متعال براتون شرایطی رو فراهم کرده که در اون شرایط با توجه به وزن مخصوصی که آب داره و وزن مخصوصی که شما در بقیه موجودات مثل مثلا چوب تونستید به دست بیارید به این نتیجه رسید که قانون الهی این رو میگه که شما میتونید چوب رو یا اون چی که وزن مخصوصش کمتر باشه رو روی آب شناور قرار بدید و روش هم هزاران تن بار بتونید حمل کنید این نعمت الهی هست نعمتی هست که الله متعال نظامی هست که الله متعال در خلق ایجاد کرد و این نعمت یا این نظام رو باز به شما قدرت و توان ادراک و کاربرد اونها رو داد الله متعال داد آیا شما دیدید که بقیه موجودات مثلا بیان کشتی بسازن بیان از این نظام هستی استفاده کنند به اونها الله متعال غریزی داده بر یک اص... بر اصولی و ضوابطی که بر همون اساس اونها زندگی دارن میکنن فقط الله متعال به انسان قدرت عقل پژوهشگری داده که نظام هستی رو بتونه زیر اه... کاربرد خودش در بیاره و ازش بهره بگیره لیوریکم من آیاته تا شما از طریق این کاربرد نظام الهی آیات در واقع نظامی که هستی بر اون قائم هست نظامی که هر شما در هر بخشی دقت می کنید آیات نشانه های حکمت حاکمیت هدفمند بودن سلطه الله متعال رو میتونید مشاهده کنید ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور در این موضوع نشانه ها و دلائلی هست برای هر انسانی که خود یعنی شکیبا باشه و شاکر الله متعال باشه بله بینید پشت خط هستن متاسفانه بله بذاری پشت خط نمونن سلام بر شما ایمان فرمایید الان سلام از شما بلیکم سلام و الله بفرمایید استاد من یه انتهایی دارم آقا از شما ببینید از ما تو ایامی هستیم که خیلی مهمه بین دیروز آیا اتنام من سانی سر کشور کشور ما مسلمون ها قرارداد از سنی آقایی برای شما یهودی ها پس شما الان به عنوان معامله قرار و شما الان یک ساعت برنامه گذاشتید دارید توضیح میدید از یه مسائلی که شاید هیچ اهمیتی برای ما نداشته باشه ببینید اسرائیلی ها همین چند روز گذشته به یک بچه فلسطینی تجاوز کردن بچه هشت ساله فلسطینی اگه مسلمی از این درد بمیرن آقا تجاوز کردن اون رو کشتن انداختنش و شما نشسته درمورد این مسائل هفته رو عراق رو میگیرن در این تو از که شما میذاری؟ بله اولا که یای تأثیبه که شما برای قرآن از حیثیت و اهمیت و اسماع الهی و شناخت الله مطال قائل نیستید ولی برای اتفاقاتی که 24 ساعت بله میفته و باز هم جای تأثیب و جای برنامه رو داره ولی هر چیزی جای خودش رو داره جای تاسف است که شما حیثیت و جایگاه موضوع قرآنی و اون هم مرتبط با کمال رب زلجلال و صفات پروردگار متعال هست رو به این صورت تعبیر کردید که بسیار متاسف هم از این موضوع ولی با وجود همه اینها فلسطین و قضیه فلسطین چیزی نیست که نه با برنامه ما و نه با شعار شما بتونه قابل حل باشه نه شعار چل ساله شما تونست برای فلسطین علاجی رو ایجاد بکنه و نه برنامه ما میتونه علاجی رو ایجاد بکنه واقعیت اینه که من به شما اینو بگم اگه در من بودن حق هر کسی هست و باید در من باشیم وظیفهمون هست که درد فلسطین از دست رفته رو داشته باشیم و تمام اون چی که از دستمون داره میره و رفته فقط فلسطین دستمون نرفته واقعیت اینه که سرمایه های ملی ما کلا از دستمون رفته آیا میدونید که اون چی که شما به عنوان جنگ مقدس اون رو از اون یاد میشه و هر سال هم براش چقدر هزینه میکنن و مردم و ها و بچه های ما رو با این قداست ذهنشون رو مشغول میکنن آیا میدونید که در این هشت سال جنگ مقدس تنها کشوری که تنها کشوری که از این جنگ سود برد فقط همون اسرائیلی بود که شما براش الان دارید دل یعنی م... فلسطینی که دل براش میسوزید اصله از اسرائیل گرفتیم و به خودمون زدیم بساطت های تمام کشورها نتونست سودی رو برسونه در اینکه حداقل مصالحتی بشه تا اینکه ناچارن وقتی که موشکای روی سر مردم تهران فرود اومد قدنامه 597 ساز و رو پذیرفتیم وقتی کل کشور تباه شد عراق هم تباه شد که آزاد شد همه کشور رو کردن که کشور اسلامی که اتفاقی افتاد تموم شد خسارت جنگ رو میتیم ولی باز هم تا فتح کربلا و از کربلا تا قدس جنگ ادامه پیدا کرد که کل ایران سوخت و الان هم چهل سال هست که ایران داره میسوزه و کل کشورهای دیگر رو هم میسوزونیم با پول سرمایه نفت خودمون و باز هم میگیم مرگ بر اسرائیل ولی اسرائیل سر جای خودش هست و خواهد بود نه با شعار شما و نه با برنامه یک ساعت ما برکه نیاز به عمل داره نه دوم الله متعال میگه ان الله لا یغیر ما به حتی یغیر ما به انفسهم الله متعال اون چه که بر اقوام میاد رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون در خودشون تغییر و تحولی رو پدید بیارن هیچ زمینی و هیچ سرزمینی ثبت شده در روزی که من متولد شدم برای من برای شما نبوده شما می خوای زمین رو بگیری باید برا زحمت بکشی بخریدش بعد بخریدش نمیتونی ببین من چطور متولد اینجا هستم باید این زمین رو من بدم دنیای نظام سیستم است زحمت براش بکشی الله متعال به اسرائیل میگه که ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على عقابكم وتنقلبوا خاسرين قالوا ان فيها قوم جبارين بني اسرائيل وقتی الله مطال بهشون گفت داخل زمین مقدس خود این در آیه قرآن سوره مائده هست بهشون گفت که وارد بشید این برای شما هست آدم استمگر حکومت ظالمی هست گفتن اینجا این آدم حکومت استم... زورگویی هست ما نمیتونیم با این مقابله کنیم و بر حسب این برخوردی که با وعده الهی کردن چل سال برایشون تحریم شد و دخول بر اون م... مکان و تا اینکه مراحل گذارون در بعد از این پاکسازی شدن داخل شدن قصداستان طولانی هست میتونید در انشاءالله در برنامه آینده که در روز یک شنبه تقدیم حضورتون میشه میتونید ببینید ما کلا بحثمون سر این تاریخ بنی اسرائیل هست در نتیجه اگر فلسطینی خودش خودش رو نساخت و جامعه رو نساخت نخواهد تونست فلسطین فلسطین بشه و برای مردم فلسطین نخواهد تونست سرزمینی و به معنای حقیقی حقیقت و حیثیتی ثبت بشه جهان دنیا هست من نمیخوام قومی رو نقد کنم ولی میخوام بگم که الله متعال یک نظامی رو گذاشته که همه انسان ها در اون نظام برابرند همه انسان‌ها نظام بر حسب سعی و تلاش است نظام بر حسب صداقت و امانت است نظام بر حسب ایمان و کفر است وقتی که سعی و تلاش نکنم خوب طبیعی است مسلمان باشم فسوسی نه من بشینم تو خونم چون مسلمانم بعد روزی من از آسمان بیاد نمیاد این قانون الهی نیست نظام الهی که من سعی و تلاش بکنم روزی خودم رو به دست بیارم غیر مسلمان سعی تلاش میکنه به دست میاره نظام الهی به این است که من امانت داشته باشم با امانت و صداقت جلب اعتماد میکنم من هر چی اسلامی مسلمان بودن بکنم ولی امانت و نداشته باشم ظلم میکنم ستم بکنم دروغ بگم خب طبیعی هست که نظام الهی برای من استثناء قائل نمیشه که چون من نام اسلام رو دارم یدک میکشم باید برای من این باشه و نظام الهی به این هست که اون کسی که پایبند به دین الهی باشه به توحید رو پایبند باشه و عد الله الذين امنوا و عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض الله متعال بعد داده اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن الله متعال اونها رو جایگزین اون کسانی که صلاحیت و شایستگی حاکمیت و سلطت ندارند دار... رو خواهد کرد این در صورتی هست که یعبدون نیلایشت کنه بیشه یا عبادت من رو بکنم با من شریکی قائل نشن گفتم بس من نمیخوام انتقاد قومی رو بکنم ولی میخوام نظام الهی رو بگم که نظام الهی برای همه برابر هست حتما مشکلی داریم که این اتفاق افتاده و انشالله که الله متعال ما رو در این آزمایشات و ابتلاعات که به خیر هر مسلمانی هست ما رو موفق بیرون بیاره و از این شرایط ظلم ستمی که درش وجود داریم که خیلی از کشورهای اسلامی که کشور خودمون زمین اونها هست شاید شرایط امنیتیش برای مسلمان ها و برای مباهدین از اسرائیل هم کمتر نباشه آی رحمان سلام بر شما بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. <applause> بگم آقای عبدالرحمن باید اسمتون باشه عبدالرحمن چون رحمان صفتی هست مخصوص پروردگار متعال و جایز نیست که مخلوق با رحمان اسم گذاری بشه صفت این خاص الله متعال هست اسمتون باید باشه عبدالرحمن انشاءالله که عبدالرحمن باشه بفرمایید بله <تصف> آقا جان به نظر من شما از این برنامه استفا برید چون درک و شعوری از اسلام ندارید و نمیفهمید که اسلام یعنی چی ظاهرا از جای دیگه ای دارید میسوزید پایگاه آمریکایی بینالاسد رو ایرانی ها زدن هواپیمای آمریکایی سقوط کرده از اون طرف دوباره امروز میگن که هواپیمای آمریکایی در عراق سقوط کرده همینطور دارن اینا کشته میدن توی این منطقه و شما از اینها ناراحت هستید که هر چیزی رو به هم رفت میدید و بی خود حرف یعنی اگر شما نگران اسلام بودید در مورد این معامله قرن یک واکنشی نشون میدادید یک حرف میدادید نه اینچه که یک دفاع بکنید از اسرائیل دفاع بکنید از آمریکا بعد بگید که فرانی این رو کرده ممانی این کار رو کرده ما شعار بدیم این اتفاقات نمیفته از این معامله استفاق بدیم بیش از هم به آینده خودتون آخرت خودتون رو خراب نکنید شما خیلی فکر آخرت ما هستی تشکر از اینکه این دلسوزی رو دارید ولی باز هم تاکید بر این دارم که آخرت نه من و نه شما با شعار نیست انشالله که خیلی جالب بود هست یکی از جمله خیلی زیبایی رو یکی از کاربرهای شبکه های اجتماعی نوشته بود که سپاه قدس چل سال سپاه قدس بود در دنیا جنگی دنیا رو به آشوب کشوند و تنها جایی که نجنگی در قدس بود تنها جایی که نجنگی در قدس بود شما راست میگید شما صلاحیت دارید و کاش که همونطوری که امامتون فرمودن که هر مسلمانی سطل آبی بریزه اسرائیل رو آب میبره یک سطل آبی حداقل میریختید تا اینکه اسرائیل رو آب بود حداقل یک کاری رو میکردید ولی حتی اون سطل آب رو هم نریختید تنها کاری که کردید سرمایه ملت ایران رو غارت کردید تنها کاری که کردید کشور رو سوزندید تا اینکه بیاد در موقعیتی قرار بگیره که ایران بشه خرابه ای و در پایین ترین وضعیت فقر پول ایران از کا هم بی ارزشتر باشه و باز هم افتخار دارید که تونستی سرمایه ملی مردم فقیری که زیر سطح فقر هستند رو رشوت بدید پول بدید به چین و ازش موشک بخرید و این ها رو بریز روی زمین خالی مانو بده که ما اینجا اومدیم میلیون ها دلار رو ریختیم زمین فقط به خاطر اینکه شما رو بترسونه بگیم ما میتونیم موشک بارانتون کنیم بله کاش می سرمایه رو به جایی که موشک روی رو زمین خالی ریختید کاش که این ها رو میدادید به وضعیت ناب سامان مردمی که زیر سطح فقر هستند بر حال باز هم به شما حق می شما شبکه که دارید شبکه های محوری و غیر محوری استانی که دارید شاید بیش از 100 شبکه باشه بیش از صد شبکه باشه خب با این 100 شبکه چیکار کردید چند میتونید بگید چند نفر رو مسلمان کردید در دنیا دوت چیز دیگه نمیخوام بگم با پول هزینه کردید از فقر مردم از فقر مردم آفریقا سو استفاده کردید بونو سینه سینزنی یاد دادید در محرم این شاکارتون بود مکتب دشاییو چی داره؟ غیر نوح خانی و ازاداری افتخارتون هست؟ به ملت ایران هم این هدیه رو تحویل دادیم و تونستیم فرهنگ تشیع رو در دنیا گسترش بدیم چهار یتیم فلسطین رو آوردید قوم و تولید تشیع در فلسطین کردید و از این اونها زیاد هست حال راست میگید استفا میدیم شما تشریف بیارید و اینجا مراسم ازاداری دهه فاطمیه و دو دهه فاطمیه رو اجرا کنید مراسم ازاداری محرم رو اضافه بر اون چی که در شبکاتون هست اینجا هم اون رو ادا کنید ببینید که قرآن برداشته بشه چقدر تغییر و تحول در زندگی جهان ایجاد خواهد شد به خود قمه بزنیم سینه بزنیم تا با این قمع زدن به خود و سینه زدن به سینه خود اسرائیل و امریکا نابود بشه راست میگی بازم راست میگید شما راست میگی برمیگردیم به خاتمه بحثمون که چند دقیقه بیشتر باقی نمونده و اون بحث اه... کبریای الله متعال هست سلطه و حاکمیتی که بر جهان قائم هست با کبریای الله متعال کمال این سلطه و حاکمیت رو تعبیر میکنیم کمال صفات الله متعال رو تعبیر میکنیم و با عظمت الله متعال باز هم کم این کبریا و عظمت رو نفش میکنیم بگیم سبحان ربی الاعلا و میگیم سبحان ربی العظیم سلطه الهی که با علی تعبیر میشه هم در کمال خودش هست العلی العظیم الکبیر العلی الکبیر و هم از هر گونه نقصی کم مبرا هست العلی العظیم در خاتمه آیه آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم خاتمش العلی العظیم یعنی سلطه و حاکمیتش هیچ گونه نقص و کم و نداره که بریای اون در کمال خودش هست علی کمال علو و سلطه الله متعال هم با عظیم اثبات میشه و هم با کبیر اثبات میشه العلی الکبیر العلی العظیم یا تأکید میشه و وقتی میگیم سبحان ربی الاعلا یعنی الله رو دور میکنیم یا دور میدانیم الله متعال رو منزه میدانیم از هر گونه کاستی و سلطه به حاکمیت او رو عظمت و کبریای او رو و وقتی میگیم سبحان ربی الاعلی باز هم برتری او رو ما فوق هر گونه برتری میدونیم و از هر گونه کاستی او رو مورا میدونیم هر نگاهی به غیر الله و هر اعتقادی آلوده به شکل سر من برمیگرده به این که مقام الهی رو کبریا و عظمت پروردگار و متعال رو علو رب زلجلال رو به درستی مد نظر قرار ندادیم و هرگاه که مقام الهی غافل موندیم اون مقام رو غیر الله خواهد گرفت از الله متعال میخوایم که اون مقام رو در دلهای ما جا بده و ما رو از آلوده شدن به هر گونه شرک ما رو پناه بده الله یار و نگهدارتون باد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته او الله هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى